به نام پروردگار هدایت کننده به راه راست. سلام. تفکر کلیشه‌ای باعث میشه که ما نتونیم مسیر ذهنمون رو باز نگه داریم و به همه گزینه‌های موجود توجه کنیم. ما توی این مسابقه تمرین میکنیم تفکر کلیشه‌ای رو کنار بگذاریم. به مسابقه شهروند و مافیا خوش اومدین. در مسابقه مافیا دو گروه شهروند و مافیا شرکت میکنند. تیم مافیا شامل رئیس مافیا، مذاکره کننده و مافیای ساده است. رئیس مافیا مسئولیت هدایت تیم خودش رو داره و در نهایت تصمیم رو اون میگیره. استعلام او برای کارگاه همیشه منفیه. مافیای مذاکره کننده در طول بازی در صورتی که یکی از یارهاش از بازی خارج شده باشه میتونه یک بار به شهروند پیشنهاد بده که به تیم مافیا بپیونده. این مذاکره در صورتی موفق خواهد بود که پیشنهاد رو به شهروند ساده و یا زرهپوش بده. در صورتی که مافیا پیشنهاد مذاکره بده دیگه امکان استفاده از تیرش در اون شب رو نداره. در تیم شهروند پزشک، کارگاه، تکتیرانداز، خبرنگار، زرهپوش و شهروند ساده حضور دارن. پزشک بازی بعد از شلیک مافیا در دو شب اول میتونه دو نفر رو نجات بده و در شبهای بعدی میتونه یک نفر رو نجات بده. کارگاه در شب میتونه استعلام مافیایی بودن یک بازیکن رو از راوی بگیره. تکتیرانداز هر شب بیدار میشه ولی فقط یک بار میتونه از تیرش استفاده کنه و باید مطمئن باشه کسی رو که مورد هدف قرار میده مافیا باشه، چون اگه به اشتباه شهروند رو مورد هدف قرار بده خودش از بازی خارج میشه. البته اگر رئیس مافیا رو بزنه هیچ کسی از بازی خارج نمیشه. خبرنگار هم بعد از فرآیند مذاکره هر شب میتونه استعلام فردی رو بگیره که اگه این فرد به تیم مافیا پیوسته باشه راوی تایید میکنه. زرهپوش بازی هم شهروندیه که شبها در مقابل تیر مافیا آسیب نمیبینه و در روز یک بار با بیشترین رأی از بازی خارج نمیشه. در صورت وقوع این اتفاق زره اثر خودش رو از دست میده و از اون به بعد برای مافیا قابل مذاکره نیست و در شب با تیر مافیا کشته میشه. سلام عرض ادب خدمت خانم های محترم و گروه درجه یک داوری. خانم ها خیلی خوشحالیم از حضورتون در مرحله نیمه نهایی. بینندگان عزیز، یک قدم مانده تا فینال فصل نهم. دور معارفه را آغاز میکنیم. خانم ها صحبت میکنن 15 ثانیه بدون چاله شماره یک. بفرمایید. سلام دوستان، از مشهد اومدم، مفتخریم. ببینیم، ما یه مؤسسه داریم تو مشهد به اسم نایت هاوران توس. خب 0 تا 100 نایت زدن بهتون یاد میده از نایت زدن از زیر ماست. اجازه بدین شب بشه من نایت تمام بزنم، فردا دو تا مافیا بتونم. دکترم منو نجات بده. اصرار دارین روی نایت، درسته؟ چی باید بگم؟ شب بید شب بینندگان دید در شب توس. دید در شب نایت هاوران توس. نایت هاوران نداریم. شماره 8 هم کاور دلی میکنم کنندگان. بفرمایید نفر بعد. سلام دوستان، فرینا سپرزم. خیلی خوشحالم دارم باهاتون بازی میکنم، فارغ از هر نتیجه ای واسه ادامه این روندی که داریم. اتهام میزنم خانم بیابانی، خانم احمدی، خانم عباسی. بعدی. خب بچه، آرزو هستم، خیلی خوشحالم اینجا هم دارم کنارتون بازی میکنم. شما نوار خالی پور که، ولی فعلا باهات کاری ندارم. خانم یاسمن، دوست داشتی مافیا بشی، متاسفانه بد جایی مافیا شدی. شما یه مافیا. خانم عباسی، از این استرسی که داره عذاب میباره شما هم به نظرم میتونی مافیا بشی. بچرخه. سلام دوستان عزیز، سمیرا هستم، خوشحالم باهاتون بازی میکنم. خوشبختانه دوباره شماره 4 شدم. خانم شماره 1، من فردا ازتون انتظار مافیا باشم، غیر این باشه من شرحه میکنم. خانم شماره اینو به شدت شما استرس دارین، حواسم بهتون است. بفرمایید. سلام دوستان، نازنینم، خیلی خوشحالم، میخوام باهاتون بازی کنم. خانم شماره 1، شما نبار خالی پر کردی. خانم شماره 2، همین الان اتهام برگردون بدیدم، شما مافیای. خانم شماره 9 هم مافیا. سلام دوستان، بیابانی هستم. به این شماره 3، شما اگه میبینی شماره 1 نوار خالی پر کرده، خب بعد بهش گیر بدی دیگه. بعد میای میگی شماره 10 قطعا مافیاست، بعد 1 رو میذاری کنار وقتی نوار خالی پر کرده. بعد به فکت استرس داری این خانومو میکنی مافیا. شما به نظر من مشکوک ترینی فعلا. سلام بچه‌ها، من عاطفم، خیلی خوشحالم باهاتون بازی می‌کنم. شماره 1 از دیروز میگفت من نفر اول میشم، میخوام نوار خالی پر کنم. قرار بود کسی کاری باهاش نداشته باشه. اتهام میزنم خانم شماره 3، حمایت میکنم. زهرا بیابانی، یاسمن پناهی.
سلام دوستان، ساناس هستم. خوشحالم تو جمعتون بازی میکنم. از مشهد مهمونتونم. من ترجیح میدم با استدلال جلو بره نه با نایت. خیلی جذابتر میشه بازی. ببین خانم شماره یک که به نظرم مشکوک هستن. خانم کاوردلی هم میکنم ایشون رو مشهدی هست. حمایت هم میکنم کاوردلی. حمایت دلی میکنم ایشون رو. خانم شماره 5 رو هم تارگت میزنم و خانم شماره اتهام. متشکرم، عالی بودین. نفر بعد. سلام دوستان، کاترین احمدی هستم. خیلی خوشحالم که دارم باهاتون بازی میکنم. اتهام میزنم خانم شماره 5، خانم شماره 8، خانم شماره 10. بچرخه. نفر بعد. وای اگر کفتارها رفتار کفتاری کنند، یا که گرگان لحظه ای اندیشه هاری کنند، با ببر و پلنگ ها هم گردر افتند هیچ، وای اگر این شیر را درگیر بیداری کنند. خانم شماره 4، شما مافیای بازی هستی. شما خانم داش بهشون میگی مشکوکی. خب اگه استرس داره بلاش بگو شما مافیای بازی هستی. شما مافیا. تمام. متشکرم. با آرزوی دیدن یک رقابت درجه یک با اعلام من. شب میشه و شهر به خواب میره. رئیس مافیا از خواب بیدار شه. مذاکره کننده مافیای ساده معرفی میکنم. رئیس مافیا، مذاکره کننده مافیای ساده. 10 ثانیه فرصت مشورت. مافیا ماسکاتون رو بزنید لطفاً. کاراگاه ماسکتون رو بزنید. پزشک ماسکتون رو بزنید. خبرنگار متشکرم. زره پوش ماسکتون رو بزنید. تک تیرانداز متشکرم. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. گروه مافیا یاراشو شناخت. با شرکت کننده ها بیشتر آشنا میشیم. مروری خواهیم داشت بر نقش هاشون. یک دور صحبت میکنیم. 25 ثانیه با چالش از شماره 1 بفرمایید. چالش ما خانم شماره 10. ببین خانم شماره 5 هیچ حرفی برای گفتن نداشتی. نوار خالی رو کسی پر کرد. شما به اومدی به من اتهام زدی. مافیا اول خانم شماره 5 هیچ صحبتی برای گفتن نداره. خانم شماره 8 میای به من اول اتهام میزنی، میگی تو نوار خالی پر کردی، بعد از اون من منو حمایت میکنی چندی با خوده. شماره 8 هم مافیای بعدیه. 8 ببین تو از این 7 سوء استفاده کردی. تو میدونستی من این حرفو قبل باز زدم. میتونه این حمایت من باشه. خواستی نظر منو چیز کنی. فعلا رو سوسن ولی 6 هم خیلی مافیاست. بفرمایید. خب ببین خانم شماره 4، شما به ایشون میگی، به من میگی، به ایشون میگی استرس داره، بعد بهش نمیگی مشکوک. شما این شانس رو گذاشتی که شب تو یارات ببین. ببین شما رو من گرفتم ولی میگم خانم شما راجع به قبلیات صحبت میکنی بعد راجع بهشون دلیل بیاری. خانم چالش ببین خب خانم یاسمن الان بعد راجع به خانم زهرایم که راجع به استرس این خانم صحبت میکرد صحبت میکردی. شما صحبت نگه. خانم شماره کاملا دو پهلو، هم با اتهاماش کار داره هم با حمایتاش کار داره. کاملا این حرکت مافیاییه. خانم شماره 5 شما بلند شدی این بر یه اتهام برگردون اون بر کلا ول کردی. خانم شماره 5 از نظر بنده میتونم مافیا باشم. بعدی خب چالش
یاسمن بعد من صحبت کن. یاسمن جان چرا ترن خودت نوبت قبلت راجع به این بیشتر صحبت نکردی؟ سر صحبت چالش میگیری، حرف قبلیتو تکرار میکنی. خانم شما مافیایی. من زهرا رو فعلا کاری ندارم. زهرا طبق عادت به من تارگت میزنه، اتهام میزنه. فعلا باهاش کاری ندارم. سر صحبته، هیچ کس قبلش صحبت نکرده. یه نوار خالی گفتم فعلا باهات کاری ندارم زهرا. اگه شریف فعلا با من بازی کن، شماره 5 شماره 10 مشکوک کن. قبول کن این قضیه رو، فعلا مشکوک کن. بیان حرف بزنم. بفرمایید. خب خانم شما یار با غیرت. یار با غیرت خانم شما داری. خانم زهرا شهروندی، خانم زهرا شما کوبوندی برام. ببین خانم شماره 1 به نظر من ذهن پویای شهروندی داره. داره بهش میگه، میگه که شما اگه مثلا داری به نظر من شما منو کاور کردی میتونی. بفرمایید. حمایت. چالش میخواد کسی؟ بفرمایید خانم فرینا. خانم شماره 1 شما با ایشون اتهام زدی، میگی ذهن پویای شهروندی داره. بعد من دارم ببینم زهرا هم استدلال ماف استدلال آورد واسه ایشون به خاطر استرس. بعد شما بولم میشه همه رو هم قاطی میکنی. خانم ها یه لحظه اجازه بدین. به اسم فامیل و اسمایی که روی نوشته شده روی بدن خانم ها اگر اشاره کنین بهتره، همه کمتر گیج میشن. بفرمایید. ببین خواهم شماره در من یکم عقده ایم تو بازی گوش میده چی میگم. یک نفر به اینجوری اتهام میزنه عصبی میشم. امروز من دادگاه 10 دادگاه خروج هرکی داشت اون یکی مافیاه. خب شما همه رو مورو شهروندی اینو کوبونی، مورو شهروندی اونو کوبونی، چی کار میکنی تو؟ ببین قدرت مهم نیست، حرکت و حرف مهمه. من ولت نمیکنم که به ستا برسی، من باز بهت دست نمیدم. تا این حد بهت بگم. بفرمایید. چالش شما خودت صحبت کن. چون اتهام بنده من سفت و سخت شمایی. ببین شما فروپاشی درونی کردی، درسته؟ اولش هم گفتی میخوام نوار خالی کنم ببینیم کسی بهت زن نزد. اون اولا میدونستی مافیایی عزیز دل من. من شما رو ول نمی کنم. خانم صابری خوبی تا اینجا؟ خانم شماره 2 اتهامت به شماره 9 کو؟ خانم شماره 9 من اتهام شماره 8 بود دیگه. چرا منو با این گذاشتی توی گروه؟ شما نفر بعد ببین چون داری به 2 اتهام میزنی فعلا باید کاری ندارم. ببین 10 شهرمنده هر کی به 10 امروز رأی بده برای من مافیاست. ببین شب صحبت کردین خانم شماره 4 که امروز 10 پوش کنی، یک مافیا شماره 4 یک مافیا شماره 2. بفرمایید. اتفاقا شما صحبت کردین، اون پوش نیست، اون هوله. خب این از این. شما اتهامای روز 1ت کو درست شد اینجا؟ شما چه زود شهروند پیدا میکنی؟ چقدر زرنگ داره این شهر؟ پارو بزنی منو بفرستی بیرون ببینم چی جوریه. بفرمایید. خب این شماره 4 با این حرف آخری که زدی برام مشکوک شد. یعنی هیچ اتفاق بدی نیستش که شهروندا بتونن همدیگر رو پیدا کنن. شما داری میگی چقدر زود شهروندا همدیگر رو پیدا کردن. این حرفت مشکوکه، ولی از شما مشکوکتر شماره 5. یعنی 5 به نظر من شانس مافیاییش خیلی بیشتره. بعد شماره 2 شما به من گفتی که من دارم میگم خانم استرس داره. نه من اینو نگفتم. من گفتم 3 داره میگه به دلیل استرس ایشون مافیای بازیه. خب بعد از این طرف شماره 10 رو میخوام حمایت کنم. شماره 9 حرفای دیروزش برام مشکوک بود. یعنی 3 تا تارگت اشتباهی زد. چالش منو فینا صحبت کنم. میخوام شماره 1 به شدت مشکوک بلند میشه به من اتهام نمیزنه. شماره 5 که اتهام بنده است. خانم یاسمن اصلا با شما دیسلایک، اصلا عدم تایید مهم نیست. شماره 5 که اتهام بنده است به بنده اتهام میزنه، بعد میگه چون داری به شماره 2 اتهام میزنی فعلا با خوشو چون تو نوبت خودت اتهام میزدی. بفرمایید. خانم فرینا متاسفانه شما مافیای بازی. میدونی چرا؟ چون شماره 1 قطعاً شهره. پا شده داری میگی 10 شهر منه، زهرا هم شهره. ببین شما نازنین ببین من فکر میکردم تو شهری، ولی متاسفانه تو شهر نیستی. چون داری کسایی رو که من روشون زندارم تو داری بهشون اتهام میزنی. تو هم واسه من مافیایی. اتهام ببین آرزوی صابری شهر منه، داری بهش اتهام میزنی. شماره 1 شهر منه، داری بهش اتهام میزنی. چالش هم واسه خانم شماره 4 بفرمایید. خانم شماره 6 شما چرا به خانم فرینا توضیح میدی که چی کار داری میکنی؟ چی جوری هم من مشکوکه هم خانم شماره 5 مشکوکه؟ من به خانم شماره 5 اتهام زدم. من چه جور مافیایی هستم که اتهامای من اتهام نمیخوام؟ من دارم اتهام میخورم. بفرمایید. ببین راستش چالش هم دادم. راستش عجیب، اول روز یک بازی این همه دارین شهروند پیدا میکنین. خانم شماره 10، خانم شماره 4، خانم شماره 6، خانم شماره 7. واقعا عجیب کارتون. ببین در کنار اون چند نفر منو با تارگت هم که روز معارفه بود توی سایت دارین میذارین. ببین خانم شماره 5 اتهام من که آرام، خانم شماره 5 تارگت من بود. شما برگرد، من وقت نکردم شما رو بگم، ولی سریع برگردونید به من، نگاهتون کردم. ببین خانم شماره 9 مشکوک من هستم، برای من میتونن مافیا باشن. و چی شد؟ چالش برای
خانم شماره 3 بفرمایید. من صحبت کنم. ببین خانم شماره 8، خانم شماره 5 جفتشون میگن چون ما دو نفر به همدیگه اتهام زده بودیم نباید ما رو بذارید توی تیم. خانم معرفه نشده بوده که شما همدیگه رو ندیدید. یه چیزی گفتی. الان نمیتونی این حرف استفاده کنی. خانم شماره 6، من اتهامای اشتباه زدم. شما میدونی من اتهامام اشتباه بود. شما به شدت مشکوکی. خانم شماره 5، شما ایشون رو میکوبی. بعد خانم شماره 6 میگه شما شهروند ایشون، شما این شماره 1 رو حمایت میکنی. خانم شماره 5 میگه شما شهروندید. ایشون عدم تایید نشون میده. خانم شماره 1، خانم شماره 1 مشکوکه. خانم 5 بهش، شما میگه خانم شماره 1 مافیاس فروپاشی درونی کرده در ساعتی که دور پیش خودتون رو ندیدید. بفرمایید. بفرمایید خانم شماره 1. ببین خانم شماره 8، حرفم هم یادم رفت. ها چرا انقدر ناراحت میشین شهروند تو روز یک همدیگه رو پیدا میکنه؟ دردتون میگیره. خانم مافیای بعدی 8 دردش گرفته ما همدیگه 10 شهرونده. این خانم شماره 2 که میخواد 10 هول بده به خانم شماره 4 مافیا. دوستان من خیلی منطقی بوده. ببین خانم شماره 4 تا دو تا هدف خورد بهش، خودش رو تو رای گیری دید، گفت من یار ندارم. به هر کسی که بهش تارگت بزنه اتهام برگردون میزنه، میگه شما مافیایی. تا اینجا من بهش اتهام میزنم، یه نفر بهش اتهام نمیزنه. دردش میاد، شهروندا همو پیدا میکنن. من شما رو خانم روز معارفه گرفتم خانم. اوکی گوش میدید به من؟ با من بازی میکنید؟ شماره 4 بیا تو رایگیری. ایشون هم به نظر من خیلی مشکوک، اینقدر گذشته یه اطلاعات جدید وارد بازی نکردن ایشون. بعدی باشه. بعدی نداره. رایگیری میکنیم. رایگیری برای خانم مفتخری، سپهرزاد، صابری، جلالت، عباسی، بیابانی، خبوشی، عرفانی، احمدی، پناهی. دوستان خانم شماره 1 میاد اتهاما و حمایتاشو باهاشون با هر جفتشون کار داره. خانم شماره 7 مشکوکتر، ایشونو شهر میخونه، ایشونم شهر میخونه، بعد اتهامای ایشونو عدم تایید میده. خانم خبوشی هم به شدت مشکوک، خانم شماره 1 هم به شدت. مگه من این دوتا رو اتهام نمیزنم؟ شما میگید من میام داخل دفاعیه؟ خیلی زوده. خدافظ خانم خبوشی، خیلی زوده. بفرمایید. نازنین شما من اگه صلاح میدونید بله دفاع بفرمایید. خب ببین اینجا خیلی قشنگ شد. خانم خبوشی مگه شماره 1 شهرت نیست؟ منو شهر کرده. خب اینجا برای شما. خانم شماره 4 میگن مافیا فراموشکار میشه. من نوبت خودم برگشتم اتهام هامو مشخص کردم. شما یادت نمیاد. شما اینجا برای من میشی 50-50. من خانم شماره 9 متشکرم. بی برکت شده. بفرمایید. ببین خب کسی که حواسش میتونیم بشینیم فکر کنم. بفرمایید. کسی که حواسش نبود شما بودی که تو ذهن داشت سناریو میشید. این بکنم. من پیشنهادم به شهرین امروز رأی ندیم. واقعا خیلی عجیبه. روز یکه شما الان همتون شهروند دارین. واسه من که بازی جا نیفتاد. هر نقش هم داشته باشین امروز رو دیگه نداشین اون استلام رو. ببین عجیب دارین بازی میکنین. حتی خیلی حرف نزدن، حرف درستی نزدن. ولی شما شهر حرف من به عنوانی که خودم که شهرم برام منطقیه. نمیدونم شما کجا بازی کردین انقدر اطلاعاتتون بالا دمتون گرم. متشکرم. اطلاعات. اطلاعات. خانم ها بیستید لطفاً. شما به هم حق رأی دارید. رأی گیری مجدد برای خانم سپهرزاد، عباسی، عرفانی. خانم ها بفهمید بشینید. هر سه سابقه دار. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. گروه مافیا از خواب بیدار شن. 10 ثانیه فرصت مشورت. رئیس مافیا اعلام کنه. گروه مافیا ماسکاتون رو بزنید لطفاً. کاراگاه. ماسکتون رو بزنید.
تکتیر انداز. پزشک، تو حق انتخاب. ماسکتون رو بزنید. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. خداحافظی میکنیم با شماره های 2 و 9. خانم ها ماسکتون رو بردارید و پشت صحنه همراه باشید. تبریک به این شهر که عجب تکتیر اندازی داره. یک دور صحبت میکنیم، 25 ثانیه با چالش از شماره 10. بفرم. من صحبت کنم. ببین الان من شهروندامو مشخص میکنم. خانم عاطفه شهروند، خانم شماره 10 شهروند. من به قطع مطمئنم شماره 10 مافیای بازی بوده. چون من راجع به 10 صحبت کردم، شماره 2 مافیا بوده. شماره 10 صحبت کردم، شماره 5 صحبت کردم. تا آخر با من بازی کرد. چه جوری میشه اینقدر زود منو پیدا کرده باشه؟ بفرمایید. خب ببین، ایشون چرا با رایگیری نرفت فیرون؟ ایشون خیلی حرف مشکوکی زد. ایشون خیلی مشکوک زد. با مافیا اومده بالا بعد نرفته بیرون. ایشون هم خیلی مشکوک میشه به نظر من. حالا شما میگی ایشون مافیا بوده به نظر، ولی شماره 4 اصلا تو دفاعیه نیومد. اصلا به من رأی هم نداد. خانم مگه به من نمیگی مافیا؟ به من باشه. بفرمایید. چالنج هم واسه خانم شماره 4 بفرمایید. شهری بابا نپیچا. برای آخرین بار دارم بهت میگم. میای تو دفاعیه به من میگی 50-50؟ بهم بگو مافیا. من این کلمه افسون مافیایی به من نمیگی. پنجا میدی بره بیرون. ببین درسته دیگه، دیسلایک چیه؟ خانم اومده بالا، بعد من که اومدم بالا من 2 تا رأی داشتم، 2 تا رأی خروج داشتم. خانم شماره 1، خانم شماره 5، خانم شماره 6. من منتظرم بگین رأی خود دلیل رأی خروج چی بوده. ببین حرفی که من زدم شهروندی بوده، کاری که ایشون کرد. به نظر من شما پا میشین اوشون خانم شماره 2 رو مافیا میذارین. به نظر من این خانم که اینجا بود مافیا تر بود. ببین هر چی تارگت زدی تارگت برگردون زد دیگه. این همش عکس شهروند، عکس مافیایی، اصلا شهروندی نیست. برای من که شخصا نیستش. شما داری یه حقیقت دیگه، یه جور دیگه به خورده بقیه میدی. ببین شما خودت تجربه خانم همه رو انگلیسی گفتی. چالش هم واسه شماهاش. بچا فرینا داشت مستقیما یاسمنو میکوب، خانم شما 10و میکوب، شما 10 نمیتونه مافیا باشه. بعد خانم فرینا با 2 نفر اومده بالا. خب من احساس میکنم بین خانم شماره 2 و خانم شماره 9 احساس میکنم اون مافیا بوده. با 2 نفر اومده بالا، خب اینا نمیتونن مافیا باشن. خانم شماره 5 و خانم شماره 8. خب اگه مافیا بودن که بعد از یه مافیا دیگه نمیومدن بالا. دوستان یک استدلالی هست به اسم استدلال رأی‌گیری. حرف خانم 5 زیاد بود. چرا گروه مافیا خانم هدایت نکردن به بیرون؟ خانم خبوشی اینجا بخوای مقاومت کنی مافیا میشی ها. ما به کشته شب چی کار داریم؟ 5 یا علی مدد؟ بفرمایید. شماره 3 بعد من صحبت کنه. این شماره 3 وقتی که پامیشی چالش میگیری میگی که قطعا شماره 2 مافیا بوده، به نظر من شما یارش بودی. یعنی اگه واقعا فرینا مافیا بوده شما یارش بودی. میخوای یه کاری بکنی از مزن اتهام بیای بیرون. من چرا به شما رأی 2 دادم؟ شما پاشادی از اطلاعات و آگاهی توی شهر صحبت میکنی. ما نمیدونیم شما برای ما مشکوک بودی. ما بهت رأی دادیم. شما میگی شهر اطلاعاتش خیلی بالاست، به خاطر همین مستحق رأی دوم بودی. ولی خب خارج نشدی از بازی. شماره 4 ببین من از شما
شما بازی شهروندی با آرامش سراغ دارم، اینجوری جیغ و داد کردنت برام مشکوکه، ولی پنج و موافقم مافیاست. چالششون رو من داشتم. عاطفه چرا مقاومت می‌کنی؟ من حرفای تو رو زدم، چرا اینجوری می‌کنی به من؟ چی الان این اتهام زدن چیه؟ من میگم 10 شهروند چون اتهام مستقیمش، 5 شهروند چون اتهام مستقیمش بوده. ما هر کدوم راجع به 5 دست صحبت می‌کنیم. فرینا لایکش این وسط بود. تاییدش. خانم زهرا کوتابیا، من دارم میگم خانم فرینا پشت دست من احساس می‌کنم بازی می‌کرده. چالش برای شما شماره 10. ببین خانم شماره 4، بهت گفتم که مافیا فراموشکار میشه، منو بهت گفتم که اینجا برای من میشی مافیا. من اتهامم شماره 2 بود، شماره 1 که با شماره 2 اتهام میزنه اینجا برای من میشه شهروند، اینجا برای من میشه شهروند. الان تو داری همش داری چالش میکنی منو میکوبی. نه دیگه اینجا ای کار نداره. من شماره 2 شماره 9 تا اتهامای من بودن، الان نمیدونم این مافیا بوده یا این مافیا، جفتشون برای من اتهام. دوستان اول اینکه به من نگید شهروند، من بازیم واقعا خراب میشه. الان هر کی بود همیشه میگه تو شهروندی، هر کی بود همیشه میگه تو شهروند، بودن بازیم خراب میشه. ببین خانم شماره 4 بنده بهش اتهام میزنم، من که خودم میدونم شهروند بازیام، تو رای گیری نمیاد. بعد خانم شماره 5 تو رای گیری میاد. شما خانم داری بازی فضای شانتاج میکنی. خانم شماره 6 بعد من یک دونه اون بعد پشت صحنه آخر من یک تبر بهت میدم، بازیت هم ببین که خجالت بکشی. یک بار گفتم از من دنده عقب بگیر و تمام. متوجه شدی؟ الان چرا به من توضیح میدی؟ مگه من مافیاد نیستم؟ مگه اتهام شما 5 نیست؟ اتهام من مگه 5 نیست؟ با چرا به من شک داری خانم بیابانی؟ چرا به من شک داری؟ من خانومو دارم یک تره میگم مافیا، خانوم جز من اتهامی نمیخوره، یکم نمک دهن میزنن. بعد من عاطفه شماره 7 ببخشید. ببین عزیزم به جز شما آدمای دیگه هم دارن میگن 5 مافیاست، بعد شما چرا در مورد حرف مشکوک شماره 8 توی دفاعش اصلا حرف نمیزنی؟ خب این چیزا باعث میشه من بهت مشکوک بشم. شماره 10 اگه شهروندی فعلا یه شانس شهروندی برای شماره 4 بذار. عاطفه بعد من صحبت کن. ببین بچه‌ها سختش نمی‌کنیم، خانم شماره 8 اومده کنار مافیا، چه جور شهروندیه که هول ندادنش بیرون؟ درسته ما تصمیم گرفته بودیم رأی 2 ندیم. خانم شماره 8 مافیا، خانم شماره 4 مافیا. بچه‌ها سختش نمی‌کنیم. خانم شماره 8 اومده تو دفاعیه میگه اطلاعات درست وارد بازی نکردن، چرا شما بهشون اتهام نمی‌زنی؟ شما از کجا می‌دونی اطلاعات ایشون درسته یا غلطه؟ شما مافیایی خانم شماره 4 هم مافیا داره شالله می‌کنه، بچه‌ها حرفاش گوش نمی‌کنیم. من چالش داشتم. ببین خانم شماره 10، ما یه سری استدلال داریم تو ذهنمون که طبق اون استدلال داریم شما رو شهر میکنیم. خب اگه دوست داری مافیا باشی، خب به عنوان مافیا پس خودت بگو برو. به نظر من شما دیروز ناراحت شدی که ما گفتیم ما تیم شهروندی داریم. چالش هم مال 10. ببینید هیچ کدوم بهم چالش ندین، بهتون نمیدم. خب ببین 8 تا دیروز با آگاهی داری صحبت میکنی، میگی دیتا دارین، شما از کجا میدونی من فلانم؟ تنها کسی که میدونست اون مافیا بوده شما بلند شدی گفتی. خب شما مافیایی که میدونستی اون مافیاست، اینو مافیا نمیذاشتی، میگفتی شماره 9 مار 8 مافیای 4 انقدر راجبش صحبت میشه مثلا تو دفاع نمیاد. 8 باید دیروز حذف میشد. میخوان فرصت بدین به 4 فرصت بدین، ولی 8 تو بزنین امروز رای بدین بهش. خب دوستان ببین مافیا وقتی که تو وضعیت خطرناک قرار میگیره، روز یکی یکیشونو میزنن، میشه مثل خانم شماره 4 شالله بتم. ببین من از همه اینجا شالله میشتم. شما حتی جرئت نداری به من بگی مافیا، شما حتی جرئت اینو نداری. آقا من مافیام دارم پوشت میکنم بری بیرون. بفرمایید شماره 4 به قتل ایشون اومد تو دفاعیشون نیومد. یه بار بفرمایید رای گیری میکنیم. خانم مفتخری، صابری، جلالت، عباسی، بیابانی، خبوشی، عرفانی، پناهی. ببینید حرفی که میزنم منطقی، من واسه شهرم توضیح میدم. خیلی هاتون تبر دستتونه، من حسی درختی دارم که تو مسیر چوبباری قرار گرفته دیگه. ماشاءالله تبر 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 تبر. چی کار میکنیم؟ من درخت گیلاس هم ریشم گیلاس، سیب نمیدم اینجا. بچه ها دارین اشتباه میکنین. من شهر بازیم، یه رأی شهروندی هم بهتون کمک میکنم. اگه شهر این رأیتون میاد پایین، من دست مافیا رو فقط میبینم. دیگه کار ندارم واقعا با تو. متشکرم. رأی گیری مجدد برای خانم عرفانی. خدایا. خانم عرفانی، کلام آخر. ببینید دو تا خانم همچنان، شما خانم بیابانی که امروز رأی نداده و خانم شماره 1 همچنان داره رأی میده، ایشون رو تو ذهنتون داشته باشید. خانم شماره 5 هم اسمش هاید میشه، یه جورایی داره پنهان میشه. خانم شماره 5 هم من مشکوک میبینم، فعلا همینا رو داشته باشید. شاید هم من تبر بودم.
خسته نباشید خانم عرفانی، ماسکتون رو بردارید و پشت صحنه همراه باشید. بفرمایید. خواهش می‌کنم. شهر ساده بودم، من اطلاعاتی نداشتم، سعی میکردم با بچه بازی کنم، ولی شهر دیتاش واسه روز اول خیلی زیاد بود، من نتونستم باشون پیش برم. مافیا کی به نظر؟ خانم بیابانی به نظرم مشکوک هستن. خانم شماره ده هم دیگه خیلی عجیب رفتن تو چالش. خانم شماره دو هم برمشکوک. خانم شماره سه هم مشکوک. دو پنج ده فعلا. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. گروه مافیا از خواب بیدار شن. ماسکاتون رو بزنید. کارآگاه. ماسکتون رو بزنید. پزشک. یک حق انتخاب. متشکرم. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. خداحافظی میکنیم با شماره 6. خانم بیابانی خسته نباشید، ماسکتون رو بردارید لطفاً و پشت صحنه. ماسک مشکی. و پشت صحنه همراه باشید. مافیا چی بنده؟ مافیا شماره 5 و نمیدونم بین 10 و شماره 8 شماره چیز شماره 7 موندم. 10 و 7 5 و 10 دو هم مافیا دو هم مافیا و اتفرینا دیگه باختیم فکر کنم. درخواست اعلام وضعیت. رای میاره. 4 نفر از دست دادیم. 3 شهروند 1 مافیا. یک دور صحبت میکنیم. 25 ثانیه با چالش از شماره 5 به اون سمت. بفهمید. بیبی خانم شماره 4 چالشم برای شما. بیبی خانم شماره 4 شما توی رای گیری نیومدی. شماره 8 اومد. پس این میشه دلیل بر مافیا بودن شما. بعد شما روز 2 بدونی فقط منو اتهام میکنی. اون یکی مافیای دیگه‌ات که قربونت برم. شما برای من اینجا میشی مافیا و در کنارش بین شماره 10 و 8 و 1 باز میمونم. ولی شما امروز شانس مافیا بودن برای بنده خیلی بیشتره. تیم شهروندی من صابری. دوستان خیلی دیگه الان اینجا بازی باید گوش بدید به حرف من. خانومو دارم 3 روزه میکوبم. خانوم تک تامی شماره 5 رو داره میکوبه که میدونه اگه بکوبتش وارد دفاعی میشه. خانوم با یه مافیا اومده تو رایگیری. باز بهشون میگه مافیا. ایشون شهروند صد بازیه. یک بار با من بازی کنید. خانم شماره 4 باید از این بازی بره بیرون. نفر بعد. خب ببین نازنین داری میگی من دارم تو رو میکوبم، تو تک اتهامیت منم. خب اگه تو همه یه روزا داری خانم جلالت رو میکوبی، بعد به شماره 8 رأی خروج میدی، راجبش حرف نمیزنی، بعد به شماره 8 رأی خروج میدی. متشکرم. بفرمایید. شهری 6 نفریم تو بازی. ببین من یک بار برای همیشه به شهر دارم میگم، دیگه هم توضیح نمیدم بهتون. شما جز من کیو مافیا داری؟ اینو فقط به من بگو. یارت احتمال خیلی زیاد میشه خانم شماره 10. مگه 8 دادیم بیرون شهر نبود؟ مگه 8 به 5 اتهام نزد؟ شما حرمت خاک پای مردن نمیدین بدین بیرون دیگه. بازی و به بازی به شما مافیا. من بازی من سرم بالاه. بفرمایید. چی میخواد؟
دوست داشتم عاطف تو صحبت کنیم، ولی یاسمن تو صحبت کن. ببین ما راجع به 8 و 4 صحبت کردیم، 4 نیومد تو رای گیری. ببین 8 اومده تو دفاعیه، حرفاش شهروندی بود، ولی منی که ترن پیش روز پیش توی دفاعیه حرفاش شنیدم به نظرم نمیومد شهروندی. تو چرا بهش رای ندادی عاطفه؟ چرا بهش رای ندادی؟ شما چرا بهش رای ندادی؟ شما شهروندی گرفتی، شما اصلا راجع به 8 صحبت هم نمی‌کردی، راجع به 2 صحبت نمی‌کردی، راجع به 9 صحبت نمی‌کردی. من از کجا الان در بیارم واقعا؟ من نمی‌فهمم. بفرمایید. ببین بچه ها گوش بدید، اصلا گوشاتون رو میگیرید فقط در... ببین خانم شما اون سناریو که من خودم میذارم که نباید رو سر من پیاده کنی. ایشون به همه ما میگه شرفند، رأی هممون رو همزمان داره میخره. ایشون دارم من میذارم، من خودم که میدونم شرفند. شرفند بشید بازی بهش رأی میده، نمیاد تو دفاعیه. بابا یه بار بازی کنید با من. چالشم مال 7. ببین 7 تو مافیایی. چرا؟ ببین تنها کسایی که به 8 رأی ندادن شما بودی و شماره 4. شما میدونستین که شهر بوده. امروز پاشودی دقیقاً همین سناریو رو داری میگی که فلانی رفته بیرون رأی داده. خب ما نمیدونستیم، تو میدونستی اون شهرونده. شماره 4 5 ببین رفته تو دفاع تا اتهام داره، جرأت شهروندی داره، داره میگه من رفتم فلانی و فلانی مافیاست. ببین جرأت شهروندی من 5 نمیتونم مافیا ببینم. ببین خانم شماره 1 من نمیدونم بازی چطوره، اونایی که رأی میدن شهروند میره بیرون باید بیا یقشونو بگیری، نه منو. خب داره میگه من مهره التماس داره میکنه به من رأی نده، تو بهش رأی میدی بعد الان از من طلبکاری؟ بفرمایید. بفرمایید من صحبت کنم. ببین عاطفه به نظر من روز 1 یه اتهام ریزی به فرینا زدی، احتمال داره الان شماره 9 مافیا بوده باشه ها، الان من دارم دنده عقب میگم، احتمال داره اصلا اون مافیا بوده باشه. خب شما یه ریز به فرینا زدی، ولی من باز میگم فرینا مافیا بوده. شما به نظر من امروز باید بیای تو رای گیری. خب حتی به غلط. دوستان یه دقیقه گوش بدید به حرف من. ببین ایشون مافیاست، ایشون هم مافیاست، خب ولی مافیا مهمتره ایشونه که من دارم میزنمش، نمیاد داخل درگیری. ایشونو که میبینه همه دارن بهش میزنن میزنه. ببین ایشون بره بیرون، شماره 4 بره بیرون. گوش بدید یک بار، یک دفعه با من بازی کنید، بعد فردا اگه نخورد بیاد ریقه منو بگیرید. گوش بدید، خانم شماره 4 بره بیرون، نمیاد داخل درگیری. ایشون اگه مافیان باشه اون ایشون داره اینو بفرمایید. واسه جلالت اگه من یه شهروند تو این بازی دارم خانم شماره 4. تو دیروز که تو تیم شهروندی من بودی خوشخوشانت بود، امروز من شدم مافیا. ببین به من اگه اشتباه رأی بدید شبم تیر بزنم بازی تموم میشه، درکش اصلا سخت نیست. خانم شماره 10 مافیای شما، شما هم دیروز به این اتهام نزدی بهش رأی دادی. برو بابا جمعت کن. ببین خانم این خانم، این خانم مافیا. خانم شما چرا شما به قد شهروندی به هر کی بگی من رأی میدم. خانم خروشی چرا راجع به خانم شما 5 صحبت نمیکنه؟ ببین کجا مشکوکه. خانم شماره 5 فقط به من اتهام زنه، رأی خورید 4 میده به 8. مگه بازیکن نیستی تا اینجا اومدی میگم رأی بدیم بره بیرون؟ بفرمایید. کلاپ تو باشی درونیه. میریم سراغ رای گیری. خانم مفتخری، صابری، جلالت، عباسی، حبوشی، پناهی. من چجور مافیایم که اتهامم رو 3 روزه نمیتونم بالا بیارم؟ این که مافیای صده، من که خودم میدونم شرم بین شما 4 تا 3 تا شهر دیگه نشسته. انقدر که همتون به من اتهام میزنین از دید من همتون مافیایی. به حرمت پای کاک قانون شماره 8 مستقیم با من رأی داد به قانون شماره 5. وقتی تبریک گفت به این شهر این قانون فروپاشی درونی کرد، نتونست خودش رو جمع کنه. متشکرم. بفرمایید. میخوای به من رأی بدی؟ به من رأی بده. خانم صابری از نظر من شما مافیایی، شماره 10 مافیا. ببین خانم شماره 10 الان اوکی شد، یعنی درست شد دیگه. شما به 4 گفتی 4 بیاد تو دفاع، منم کوبیدم، منم آدم تو فان که میدونم شهرم. به منم رأی بدید شبم تیر میذارم بازیتون تموم میشه، من شهر بازیم. درکش اصلا سخت نیست. خانم شماره 1 داری مقاومت میکنی، واقعا درکت نمیکنم، واقعا درکت نمیکنم. بازی مافیایی من اصلا اینجوری نیست، من شهر بازیم. خانم ها بیستید لطفاً.
رأی گیری مجدد برای خانم جلالت. خبوشی. از خودتو خجالت بکشین که تا اینجا اومدین. روز یک تک تیرانداز زد تموم شد، مرد روز دو یک مافیا دارم بهتون معرفی میکنم. اگر دکتری بود، اگر نجاتی بود، رأی بده. خب خجالت بین شما چهار تا یک مافیا نشسته. خانم پنایی با هر نقشی باید بره بیرون، به اضافه خانم شماره پنج. متشکرم خانم جلالت، خسته نباشید، پشت صحنه همراه باشید لطفا. آره، روز یک تکتیر انداز زد، شب یک استلام مافیا گرفتم، پارو زدم ندادم بیرون. مافیا دوم فکر میکنم بین خانم 7 و 10 باشه. خانم 10 خیلی مشکوکه، اصلا از من یک لحظه هم دندقم نگرفتن، خیلی مافیا بودن، اما خانم 7 هم مشکوکه. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. گروه مافیا از خواب بیدار شن. رئیس مافیا اعلام کنه. گروه مافیا ماسکاتون رو بزنید. کاراگاه. متشکرم. پزشک. یک هفته انتخاب. ماسکتون رو بزنید. روز میشه و شهر بیدار. رئیس مافیا بیسته. اینه مافیای ساده. شماره 1 کشته شب بودن، شهر ما شکست خورد. لطفا ماسکاتون رو بزنی خانما. خانمای پشت صحنه تشریف بیارید. چی بگم، بازی بد بود. خب ما باختیم، بعدم باختیم. من خبرنگار بودم. همین. چرا وقتی تو اون بازی که کارگاه استعلام درست داره تکتیر انداز تیر درست میزنه، چرا؟ به خاطر اینکه شب یک وقتی تکتیر انداز تیر درست زده و ما هنوز حرفای اون دو نفر رو نشنیدیم، نمیتونیم دقیقا حلاجی کنیم که کدومشون مافیا بوده. اینطوری سایدا در نمیاد. به خاطر همین امکان اینکه شهروندا به جون همدیگه بیفتن خیلی زیاده. اصلا نمیذارم، از رو جنازه من نمیذارم بیارم بره بیرون. نمیذارم بیارم بره بیرون. یعنی مذاکرانم که داشت من تارگت میزد، من بلد نبودم بهش تارگت اتهام مستقیم بزنم. عالی بود. اصلا خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم. بالاخره اون چیزی که میخواستم رسیدم. این دو تا بازی قبلی اصلا اون چیزی نبود که من میخواستم. این بازی اونی بود که میخواستم. والا من اصلا دوست نداشتم مافیا باشم، چون همیشه طرفدار شهرم که شهر ببره. اولش هم که خب فوق العاده کار مجبور شدم خانم جلالت هی با زور بگم تو مافیایی، تو مافیایی. دلم هم براش میسوخ خدایی، برای هشتم دلم سوخ و هر کی که رأی دادم رفت اینو دلم خیلی سوخ. به حرف هم گوش نمیدادن واقعا. من روز اول بعد از اینکه دو رفت بیرون 5 و 10 رو حمایت کردم، ولی بعدش گفتم اینا مافیان، چون روی به هشت اتهامی نداشتم ولی بهش رأی دادن. ولی شهر همراه نشد دیگه. خانم جلالت به نظر من فوق‌العاده بود، خیلی شهر بود. روز یکمون عالی بود واقعا. دوتا مافیا، هر کدوم دوتا مافیا داشتیم، ولی فرینا ترکون با سفید کردنش واقعا دوتا یارش رو قطعی سفید کرد برای من. من به جز اون دوتا دیگه اصلا شهروند فقط عاطفه بود که مطمئنم فرینا رو زده. من یارام سفید نشسته بودن. اسنایپر درست زده، کاراگاه استعلام مثبت داره، مافیا برده. چی از این بازی قشنگ‌تر واسه یه مافیا؟ من لذت بردم از بازی مافیا.
مرسی. این که بنده سفید نشسته بودم تو بازی به خاطر ایشون، به خاطر مذاکره کننده. مذاکره کننده به من تارگت میزنه، حتی تو شبم گفت من به تارگت میزنم، بنده به خاطر ایشون سفید نشستم دو جور نرفتم. بنده به خاطر اینکه به ایشون تارگت میزدم برای یک سفید شدم، گفتم خب خدا رو شکر. چطور بود بازی؟ گن زدم، باختیم بعدم باختیم. همیشه درست اتهامای روز یک. روز یک گرفتم، بعدش نمیدونم رفتم تو دیوار قشنگ. به نظر من اول تبریک میگم به تیم مافیا، عالی بودن. ولی خانم شماره 10 یک اتهام داشت اول تا آخر من، و خانم شماره 5 هم کلا یه اتهام داشت من. همین میشه دلیل بر مافیای. روز یک تکثیر انداز زد، منم سلام داشتم، دیگه گفتم بازی تموم شد، بردیم. متاسفانه شر راضی نشد، قانع نشد، ما تو بهترین شرایط ممکن بودیم. دیگه قسمت نبود. تبریک میگم به گروه مافیا، مرسی از شما، خسته نباشید. خب بازی در ابتدا خیلی به نفع شهروند شروع شد به نظر من. یکی دو تا از شهروندا مافیا رو خوب گرفته بودن، ولی بازی چرخید، یعنی روی همون روال نموند. و با وجود این که مذاکره کننده بازی شب یک از بازی رفت بیرون به خاطر اون گره‌ای که مافیا توی بازی ایجاد کرده بود و اون همی که زده بود، تقریبا یارای مافیا نتونستن در بیان. البته اینم میشه گفت که دوتا بازیکنان، دوتا مافیاهای بازی رو جوری روی شهروندا انداختن روز بعد، با وجود این که اون فشار روشون بود که یکی از یاراشون رو توی شب یک از دست دادن، تونستن شهروندای بازی رو دونه دونه از بازی خارج کنن. کارگاهی که استلام مثبت گرفته بود رو با فشار رئیس مافیا و شکی که از روزهای قبل بذرش رو ریخته بودن از بازی خارج کردن، و در نهایت با یک شات موفق، با یک تیر موفق تونستن بازی رو ببرن. خب برگشتیم به آخر بازی و میخوام بیشتر در مورد مافیاها صحبت کنم. وقتی که مافیاها، سه مافیا زنجیره‌ای به هم اتهام میزنن، هر وقت که یک کدوم از این مافیاها رو از بازی در بیاره، ارتباطی بینشون وجود نداره، یعنی شهر نمیتونه ارتباط بین اینها رو پیدا کنه. این نکته اول. نکته دوم، از بازی خوب رئیس مافیا شماره 10 نباید بگذریم که بسیار خوب بازی کرد و برای اکثر شهر شهروند بود. این شهروند گذاشتن یک مافیا تأثیر ویژه‌ای میذاره رو روند تصمیم گیری شهر. وقتی شما یکی از مهرهای منفی رو به عنوان مثبت میذارید، روند شهر کامل میچرخه و نتیجهش میشه اتفاقی که دیدیم. هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید پلنگ خفته باشد. خب تفکر کلیشه‌ای شهروندای ما کار دست خودشون داد. خیلی خوب نقش شهروندی و مافیای ما گرفت، اعتماد شهر رو به خودش جلب کرد و بعد مدیریت شهر رو بر عهده گرفت. دونه دونه شهروندا رو از شهر بیرون کرد، ولی شهر آگاه نشد، چون هیچ وقت فکر نکرد که شاید خودش تو دام خودش افتاده باشه. تفکرات کلیشه‌ای، پیشپنداش‌ها و باورهای غالبی ما هستند. آفت اجتماع میتونه همین تفکرات باشه. اینکه همش ما میگیم همه آدم ها اینجوری، همه اونا اونجوری، همه اونجوری، اینا همه تفکرات کلیشه‌ای ماست. مواظبشون باشیم، بهشون فکر کنیم، شاید همیشه درست نباشه. شاید یک رقابت عجیب بودیم. شهروندا طوفانی شروع کردن، اما معمولا وقتی یک مافیا خیلی زود بازی رو ترک میکنه، متاسفانه شهرمون سردرگم میشه. بدرود.